قریب یک سال پیش در همین محل با قلبی آزرده به بازدید خرابی ها سعی در تسلی دادن و امیدوار نمودن خانواده هایی که در زلزله دهم شهریور مصیبت دیده بودند به اینجا آمدم و امروز نیز برای شرکت در جشن دهقان و ضمناً بازرسی از کارهایی که در این یک سال برای بنای جدید دهات خراب شده و همچنین احوال پرسی از کسانی که باقی مانده اند و دیدن روحیه جدیدی که در باقی ماندگان ایجاد شده است در اینجا حضور دارم. زلزله‌ای که پارسال در این صفحات پدید آمد با کمال تأسف بیش از 10,000 نفر تلفات داشت و در حدود 30,000 نفر بی خانمان شدند. اقداماتی که تا به حال شده است، اون چیزی که از دست مؤسسات ایرانی، خیرخواهان ایرانی و تمام به نحوی از آنها در تجدید بنای این دهات ساخته بود و همچنین کمک‌های ذی‌قیمتی که ممالک دوست و افراد بشر دوست و خیرخواهی که از خارج به این مملکت کمک کرده اند باعث کمال قدردانی هست. منتها اقداماتی که انجام گرفته است جوابگوی تمام احتیاجات ساکنین آسیب دیده نمی باشد و سعی ما در آتیه باید این باشد که تمام دهات خراب شده را بتوانیم برای باقی ماندگان آنها بنای کافی و وسیله زندگی، وسیله کشاورزی و امرار معاش فراهم کنیم. ضمناً در این دشت پهناور یک برنامه عمرانی در نظر داریم که شاید برای تمام مملکت نمونه باشد، یعنی یک کشاورز با اصول جدید در چه نوع خانه‌ای زندگی کند که بیشتر وسیله رفاه و آسایش او را فراهم کند، چه شکلی زمین خودش را با چه وسایلی زراعت کند، طرز آبیاری چه باشد، طرز کود دادن چه باشد، دامداری چه باشد. و امیدواریم این برنامه نمونه را با هر قیمتی که باشد شروع و به اتمام برسانیم و این خود نمونه‌ای باشد برای تمام اقدامات بعدی، چه دولتی و چه خصوصی. و اما در این روز باید از اصلاحات ارضی که در این مملکت صورت گرفته است ذکری بکنم. اصلاحات ارضی همانطوری که می‌دانید سعی کردم که در 1329 با تقسیم املاک شخصی خود شروع کنم. بعد از مدت کوتاهی متاسفانه وضع مملکت شما دستخوش حوادث شد و کسانی که در اون موقع
زمامدار دولت بودند به اون برنامه خاتمه دادند و برای مدت کوتاهی متوقف شد. بعدها فهمیدیم که اون نظر متوقف کردن این برنامه چه معنایی داشت. معنای متوقف کردن این برنامه در 1331 را ما در اتفاقاتی که در این یک سال اخیر در این مملکت افتاد فهمیدیم. یعنی همون حرفی که من در کنگره دهقان‌ها زدم که در مقابل این نهضت بزرگ ما، این انقلاب ملی ما، دو قوه از پای نخواهند نشست و اون ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ با هم دست اتحاد خواهند داد تا مانع پیشرفت و سرافرازی این مملکت بشه. همین قوه و اتحاد این دو قوه بود که در 1331 به زمامداران کور وقت در واقع حکم کرد که در همون موقع این برنامه اصلاحات ارضی را متوقف کنند. بعد از مدتی خواستیم که اصلاحات ارضی شخصی خود را به مملکت تضمین بدهیم. لایحه تقسیم خالصجات را به تصویب رساندیم و لایحه محدودیت اراضی زراعتی را نیز به مجلس دادیم. همونطوری که قبلا گفتم این لایحه به یک طریقی وارد مجلس شد و به طریق دیگری خارج. درست اصطلاح معروف است که یک شیر برازنده خوشترکیبی وارد مجلس شد و بدون یال و دم و اشکم خارج. چرا؟ چون تا قبل از این انتخابات، تا قبل از آزادی دهقان، الغای رژیم ارباب و رعیتی، کشاورزان زحمتکش ایران و سایر طبقاتی که زنجیرهای اسارتی به اطراف آنها بسته شده بود، در رفتن به پای صندوق از خود اراده‌ای نداشتند. مجبور بودند که اون چیزی که یا ارباب به اونها میگفت یا صاحبان نفوذی که به هر قیمتی میخواستند یک منافع قدیمی و پوسیده‌ای را برای خود در مملکت حفظ کنند، اینها در پر کردن صندوق‌های این مملکت نفوذ و تأثیر داشتند. پس اون لایحه‌ای که به اون مجلس که به اون ترتیب تشکیل می‌شد، غیر از همون اتفاقی که براش افتاد، نمی‌بایستی که ما انتظاری داشته باشیم تا اینکه بالاخره در مقابل مقایسه وضع خود ما با تمدن امروز جهان در قریب سه سال پیش تصمیم گرفتیم که برای حفظ و بقای این مملکت منتظر حوادث نمی شود شد، بلکه ما خودمون حوادث را باید بیافرینیم و بر اونها فائق بشویم تا اینکه آینده مملکت خود را تأمین بکنیم و با ملل راقی دنیا برابر و همسر زندگانی کنیم. این است که مجبور شدیم برای انجام اصلاحات و پیشرفت‌های مملکت مدتی بدون دغدغه و اشکالاتی تصمیماتی که برای پیشرفت مملکت لازم بود انجام بدهیم. دو سال نیم ما بدون
نمایندگان که مربوط به گذشته این مملکت بودند زندگی کردیم و نتیجه این دو سال و نیم همین است که امروز می‌بینید، یعنی در ششم بهمن با اون شور و ذوقی که شما به پای صندوق‌های تصویب ملی رفتید، انقلاب ایران صحه گذاردید و اون انقلاب ایران چیزی است که شما دهقان‌های ایران را آزاد کرد، به رژیم ارباب و رعیتی خاتمه، به کارگر ایرانی وضع فعلی را بخشید، به نصف جمعیت که اون هم زنهای ایرانی است آزادی داد و سایر موادی که معروف به مواد ششگانه است صحه قانونی ملی را گذارد. نمیتوانم امروز در تمام جزئیات وارد بشوم، بلکه فقط راجع به امور اصلاحات ارضی مختصری میپردازم. وقتی که قانون اصلاحات ارضی اول تصویب شد و ما به مراغ رفتیم و برنامه را اعلان کردیم، خیلی ها بودند که فکر میکردن این برنامه ها در مملکت عملی نیست. شاید اولین کسانی که از طرف اصلاحات ارضی به دهات مراغه فرستاده شده بودند، برای اونها اسباب اشکال شد و از یار تهدید کردند، ولی دستور من به قوای مسلح مملکت این بود که با تمام قوا مجری این برنامه هستند و هر کسی که خواست حتی یک ثانیه در مقابل اجرای قانون حتی تأخیر بندازد، اون شخص را خلع سلاح بکنن، یعنی از صدمه رساندن او جلوگیری بکنن. در مراغه نصایحی کردم که امروز دنیا چطور است و به عقیده من مالکیت چطور ممکن است ادامه داشته باشد. نصیحت من این بود که شما مالکین، جایی که با زارع سر و کار دارید بهتر است که اون زمین را به زارع واگذار بکنید و خودتون با ماشینالات در جایی که زارع نیست به کار بپردازید. البته گمان نمی کنم که همه از این حرفا یا پند گرفتن یا خوششان آمد، ولی از من نصیحت کردن بود برای اینکه آتیه را می دیدم. چند سباهی گذشت، همون دو قوهی که اتحاد غیر مقدس باطنی با هم داشتند شروع به عمل کردند. مهندس ملک عابدی را در فارس به قتل رساندند. کشتن او ما را از اجرای برنامه منصرف نکرد. کشتن او شاید در تصمیمی که من برای گذاشتن به آرای عمومی هم لوایح اصلاحات ارضی و هم لوایح دیگری را که جامعه ایرانی را زیر رو می کرد بی تأثیر نبود. اون عکس العمل خائنانه باعث تسریع در تصمیم گرفتن از طرف من و تأیید از طرف شما شد که به اون زندگی ناجوان مردانه و غیر قابل تحمل گذشته زودتر خاتمه بدهید. برنامه اصلاحات ارضی با فداکاری های حقیقتاً تمام مامورین این سازمان ادامه داشت. جوانهایی که بدون فوق‌العاده، حتی بدون خرج سفر، این دقیقه به اونها میگفتن که
بروید در فلان نقطه دور افتاده مملکت، شاید بعد از چند ساعت اینا در راه بودند. حقوقهایی که به اینها میدادند ناچیز. تنها محرک اینها قطعا ایمان به این برنامه بود و قطعا به آینده‌ای که برای مملکت پیش خودشون تجسم می‌کردند. خدمات بی‌شایبه اینها ادامه داشت. ششم بهمن آمد، شما ملت انقلاب ملی خود را تصویب کردید، ولی این هنوز به عمر خائنانه اون اتحاد نامقدس خاتمه نداده بود. دیدیم که بعد از ششم بهمن، بعد از چند روزی، یک مشت از خدا بی خبر سعی کردند که در فارس قائله‌ای راه بندازن که به فکر خودشون باعث رکود و شکست انقلاب ملی ما بشود. یک مشت مردم گمراه، یک مشت قاتلین حرفه‌ای و پیشه‌ای با تحریک مرتجع و مخرب که ما اسنادش داریم، به خیال خودشون افتادن توی کوها که قتل ملک آبدی ها رو تجدید بکنن و یا مرعوب بکنن و یا برنامه ما را متوقف. به همت سربازهای رشید وطن شما که متاسفانه آنها نیز تلفات دادند و شاید تلفاتشون در حدود 70 الی 80 نفر بود، از سرباز و ژاندارم و غیره، به اون قائله خائنانه و در این حال بچگانه و موسک پایان داد. بعد از اون 15 خرداد را نیز ما داشتیم که بدترین مظاهر وحشیگیری و عقب افتادگی و تهجر فکری نمایان شد که برای این مملکت ننگی بود که باز اراده قوی ملت ایران و همچنین وظیفه شناسی قوای مسلح در عرض مدت کوتاهی خاتمه داد. جواب 15 خرداد رویه و تصمیم خلل ناپذیر شما در رفتن به پای صندوق‌ها در 26 شهریور و انتخاب کردن افرادی که به انقلاب ملی ما مؤمن بودند داده شد. بزرگترین پاداشی که ایران برای اظهار قدردانی به مامورین اصلاحات ارضی و کشاورزی داد، همانا که 28 نفر از وزارت کشاورزی و به خصوص ارضی را به نمایندگی از طرف خود برای مجلس شورای ملی انتخاب کرد. این بزرگترین افتخاری بود که ملت می توانست به این خدمتگزاران خود بدهد. بدانید ملت ایران که این وقایع مختصری که من برای شما شرح دادم امروز پایه‌های آینده شما را به محکم‌ترین طریقی پیریزی کرده است. روح اتحادی که من امروز در تمام طبقات ایران می‌بینم، نه فقط در عمر من و در مدت سلطنت من بی سابقه است، بلکه فکر می‌کنم کمتر زمانی در این مملکت دیده شده باشد. البته اطلاع داشتم و می‌دانستم، ولی همین مسافرت 4 روزه به من فرصت آن را داد که اصلاً من در ایرانی یک قیافه جدیدی می‌بینم. این از بچه خردی که در دبستان بود
تا جوانهای بزرگتری که در دبیرستانها بود، در کاسبی که در شهر می دیدم، در زارعی که در سر مسیر راه ما بود می دیدم، در پیر مرد و پیر زن می دیدم و حتی بعضی اوقات در افراد افلیج که بعضی ها دست و پا نداشتن، بعضی ها کور بودن، اینها رو من می دیدم که مثل یک پارچه آتش از زمین می جستن و فریاد می کشیدن. فریادی که مسلماً در استقبال از آینده ایران بود. اون کسی که کور است و دنیا رو نمی بیند، اون کسی که افلیج است و زمین گیر است، این برای چی اینطور فریاد شادی می کشید؟ مسلماً برای خودش که نبود، چون او تقریباً از این دنیا محروم است، ولی فریاد او برای 21 میلیون نفر دیگر ایرانی بود، برای اینکه مؤمن شده است که آینده شما تأمین است. این لازم نیست که این شخص حتماً یک استاد دانشگاه و پروفسور باشد که بفهمد. وقتی یک چیزی حقیقت داشته باشد، در قلب هر کسی خطور می کند. این شخص چه سواد داشته باشد، چه نداشته باشد، چه زارع باشد، چه کاسب باشد، چه پیرمرد باشد، چه بچه خردسال باشد. این اتحاد را من در ملت ایران به طور بی سابقه می بینم و همین است رمز پیشرفت ما در مقابل تمام موانعی که سر راه ما بود. امروز نه فقط کوچکترین مانعی دیگر باقی نیست، بلکه این قوه نهانی و آتشینی که در تمام شماها میبینم باعث این خواهد شد که در اندک مدتی ملت کهنسال ایران به سمت جلو، به سمت عالی ترین هدفهای اجتماعی پرتاب بشود و با افتخار و سرافرازی همدوش مترقی ترین ملل دنیا به پیش برود. خداوند همیشه یار و مددکار شما باشد.